سلام مجدد برای دوستان گرامی و گرانقدر. باز هم امان احمد زیاد خدمتتان هستم با یک ویدیو بعدی لکاندکتور یا طریقه دریوری. دیگه بجای از اینکه زیاد گپ دیم بیا که آغاز کنیم با سوالای خود. در این زمان زیاد نبرین، چینل ما رو سبسکرایب کنین، شیر کنین امروی دوستایتان. منتظر انتقاد پیشنهادتان هستیم. بیا که آغاز کنیم به درس خود. Cette zone présente des risques. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour tourner à gauche, je ralentis encore, réponse C. Je tourne immédiatement, réponse D. دوستان اینجا قسم سوال شده که اول خودی در نظر داشته باشین که فکر کو خود دریور هستی. چون بالاش ترین هستی. و در این قسم یک چارایی میرسین. زمانی که در چارایی میرسین میگه آیا در این حالت با شما کدام خطر موجود است یا خیر. به طور امکان زیادتر اوقات امکان داره که خطر باشه. چرا بعضی ها نشه می باشه، بعضی ها ورخطا می باشه، بعضی ها امکان داره کدام کار عاجل باشه. دیگه توجه نمی کنه که آیا در چارایی چیزی گپ است نیست، همه به صورت می تیر می شه. یعنی در اصلش باید این خط سفید که میبینین به طرف راست، خط سفید میبینین به طرف چپ، هرگاه کسی که از چپ و راست میاد اینجا باید توقف کنه. ولی امکانات بسیار نادر است. امکانات است که بعضی اوقات انسان استیم و شما عجله میباشه، چیز مشکل میباشه، خطر پیش میاد. پس سوالی شده که آیا این ساحه خطر داره و یا خیر؟ بله، ساحه خطر داره. و جز دوم این سوال گفته شده که آیا به خاطر در خوردن به طرف چپ من دگام سرعت خود کم میکنم و یا همت عاجلن و یا ناگهان دور میخورم. دوستا باید داشته باشین هر زمانی که به خیر اسناد موتوربونیتون گرفتین دریوری میکنین در هر کوچه چون چپ راست هر جای دور میخورین سرک عمومی سرعت موترتون کم کنین. بسیار با وسیله ورخطا نه، بعدن دور بخوریم. پس حالا که به ما گفته شده که به طرف چپ دور بخوریم چی کنیم؟ همه تا ناگهان دور بخوریم و یا دگام سرعت خواهی کم کنیم؟ دگام سرعت تا نکم میسازیم، بعدن دور میخوریم. معلومات بیشتر شما میتونید که به طرف راستتان کدام معلومات داده شده ویدیو را پاس کنین و بخونید. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستان این سوال قسم شده که آیا ما میتونیم که از موتر قبلن از این موتر سیاه سبقت کنیم؟ سبقت خوال دوستان محترم باید بفهمین سبقت به معنی از ایست که از این موتر تیر میشین در پیش روش خودم اندازین و یا بله همین قسم چیز سبقت میگه و در فرانسوی چی میگه؟ جه دیپس، یعنی دیپس. دیپس معنیش سبقت است. حالا با شما باید زیاد توجه به سرک کنیم زمانی که سبقت میکنیم. باید آینه هایتان توجه کنین، آینه های دو طرفتان، آینه عقبتان، بعدا شما سبقت کنین. چون اینجا ما شما میبینیم که سرعت خود زیاد از 70 کیلومتر بر ساعت است و این موتر که در آینه عقب ما معلوم میشه به طرف چپ ببینین از این خط به این طرف. پس این بسیار نزدیک است. هیچ امکان نداره که شما سبقت کنین و حادثه صورت نگیره. دیگه آیا شما میخواین که در این حالت سبقت کنین؟ جواب بهترش باید بیشه، نه خیر. سبقت نمیکنین، هم به حالت خود روان میباشین. معلومات بیشترش در اینجا داده شده. شما میتونید که ویدیو را پاس کنین و بخونین. 5 سانتیلیتر دو ویسکی ملانجه ا دو سودا contiennent moins d'alcool que 5 centilitres de whisky pur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour éliminer plus vite l'alcool, je peux boire un café, réponse C. Faire un peu de sport, réponse D. دوستو سوال قسم است که میگه 5 سلسیس یا سلسیلیتر خیر ما شما گرام بگیریم.
پنج گرام ویسکی اگر در سودای ما شما مکس باشه، آیا میگه اندازه الکل را کم میسازه یا اندازه الکلی که 5 سلسی است این میگه کم میشه اگر در سودا مکس شود؟ مطلب این است که اگر ما شما 5% یا 5 میلی لیتر یا 5 سلسی لیتر در بین یک بوتل سودا پرتیم یا در بوتل پیپسی پرتیم و کل از پیپسی را بنوشیم، آیا میگه اندازه از کم میشه از 5 سلسی؟ نه خیر. چرا؟ در هر حالت این 5 سلسی همون 5 سلسی میباشه، چون که شما کل بوتل می نوشین پس اون 5 سلسی کلش داخل خون شما میشه. پس آیا میگه او کم میشود؟ جواب بهترش باید تا نه باشه. در بخش دومش گفته شده پر الیمینه پلوید ویت الکول جپو، بخاطر از اینکه زودتر همی الکول از بین بره چی میکنم؟ بواغ کافه فیغ دو سپور فیغ ام پو دو سپور. پس بخاطر از اینکه زودتر که ای از بین بره چی کنم؟ یک کافی بخورم و یا یک سپورت کنم؟ دوستا هر زمانی که الکل در بدن شما می باشه، نه در کافی از بین میره نه با سپورت از بین میره، فقط کم از کم باید بیخی کمیش 2.5 ساعت شما استراحت کنید. بدن امکان داره که او از بدنتان همون مقدارش کم شد. معلومات بیشترش شما میتونید که در این قسمت بخونید. Je me sens fiévreux et fatigué. Je peux conduire pour aller chez le médecin à 10 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستان سوال قسم است که من احساس تب و خستگی میکنم. آیا میتوانم که درایف کنم تا پیش دکتر که 10 کیلومتر میه؟ پس هر زمانی که شما تب دارین، مریض هستین، استرس دارین، بعضی دواها هست که در پشتش نوشته است که در سایه بعدی میای باز برتون میگم که وار میخورین شما باید درایو نکنین. پس اینجا هم جواب بهترش 20. ببینیم که سیستم چی میگه. میریم با سوال بعدی. Je reste sur cette voie. Réponse A. Je me place sur la file de gauche. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je maintiens l'allure. دوستا سوال قسم شده که 4 جواب داده شده، هر چند جوابی که در قاطع زی درست باشه همه قرار انتخاب شده باید. شما میبینید که در مقابل ما یک کمیون و یا هر یا پوالوغ استک، هر کسی که استک موتر بزرگ استک و اشاره عاجلش لگیده. به معنای ازی استک یا موتر خراب است یا موتر چیز تا میکنه و یا چیز مشکل پیدا کرده، در این قسمت منتظر استک یا تا شده یا موتر توقف کرده. پس این موتر در حالت عاجل قرار داره و از عقب ازی ما شما باید نریم خود پس کنیم. پس جواب A درست نشد. جغست سخصت با آیا ما در این سرک باشم؟ نه خیر. پس این را منتخاب نمیکنیم. B. Je me place sur la file de gauche. من خودم به طرف چپ میگذارم. پس بهترین راه همینجا است که حالا اگر مستقیم بری خورا بند است. باید طرف چپ بری. انتخاب میکنیم. آیا سرعت خودم میگم من کم کنم یا نه؟ در جواب سی گفته شده. پس جوابش درست است. بخاطر که در این سرعت عینی که سرعت که روان است خود نمیتونیم که رفته بریم. بخاطر که خود نخواسته حادثه صورت میگیره. پس سرعت کم میکنی. Je maintiens ma allure. آیا به می حالت خود می روم؟ نه خیر. بازم به یاد داشته باشین هرگاه جوابو اگر یکی دو تا سه تا هر اندازه که درست می باشه مطمئن می باشین انتخاب کنین. L'oubli des clignotants pour indiquer un changement de direction peut être sanctionné par une amende et un retrait de points. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستا گفته شده در این قسمت که از یاد رفت میگه از یاد ما رفته اشاره خود بزنم به خاطر تغییر مسیر، یا از یاد ما رفته به خاطر مسیر تغییر اشاره خود بزنم. سانکشن چی مانا؟ سانکشن مانایش جریمه است. چقدر؟ یک مقدار پول و یک
چند پوینت ما. آیا میگه ما جریمه زیر میشم و یا خیر؟ دوستا در فرانسه قانون است که هرگاه شما اشاره رو نزنین و دور بخورین اگه کامره گیرتون کنه یا کنترل گیرتون کنه پس شما رو جریمه میسازه. جریمهش است که 3 پوینت و 35 ایرو. پس جواب A درست است. شما میتونید ویدیو رو باز هم استاپ کنین دوبارهش معلومات بخونین. قسمی که به شما گفتم که 35 ایرو و 3 پوینت تا نمیگیره. یعنی اینجا نوشته است. Je continue à gauche. Je ralentis, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Je cède le passage, réponse C. پس اول قسم شده که من به طرف چپ میروم آیا سرعت خود کم میکنم توقف میکنم و یا حق اولیت میتونم برزو. شما تا طرف راست ببینین این خط سفید است که هر موتر که اینجا می باید استاپ کنه. پس از این خاطرتان گفته ایرانی ها راحت شود. یعنی این توقف میکنه. موضوع دیگه ای است که موتر که از طرف چپ میه اشاره خود روشن کرده ولی حق اولیت از ماست. پس چون که حق اولیت از ماست توقف نمی کنیم. حق اولیت هم البته بر از وضع نمی تونیم. فقط سرعت خود کم می کنیم. سرعت خود کم می کنیم. می بینیم که یام توجهش از بر ما یام توجهش از بعدم تیر می شیم و هر کس برای خود می رو. می بینیم جواب ما چی می گن. و سوال بعد می رویم. Le risque de somnolence est particulièrement important. Entre 2h et 5h du matin, réponse A. Entre 10h et midi, réponse B. Entre 14h et 16h, réponse C. خطر خواب آلودگی میگه معمولا در چه وقت زیاد است یا زیاد مهم است؟ A. در بین 2 بجه و 5 بجه البته بعد از 12 بجه شب میگه. بین 10 بجه تا چاشت یا تا 12 بجه روز یا بین 2 بجه تا 4 بجه دیگر. دوستا یکی خوب زیاد که سرنسان خواه قوی می آید از 2 بجه تا 5 بجه نصف شب می آید بعد از 12 بجه شب. و دوهمی است که از 2 بجه تا به 4 بجه پیشین خصوصا که روزها دراز شد و هوا گرم باشه 100% انسان خواب آلود میشه. پس مثل قبلا براتون گفتم هر چقدر جوابه که شما مطمئن میباشین انتخاب میکنید. À l'arrêt, je conserve aussi un espace de sécurité devant moi. Oui, réponse A, non, réponse B. دوستا سوال قسمی شده که آیا در حالت توقف یا در حالتی که موتر استاپ میکنه آیا در او حالت ما بین موتر قبلی که است اما فاصله امنیتی رو بگیرم و یا خیر. دوستا همیشه شما فاصله امنیتی رو میگیرین چون توقف باشه و یا حرکت باشه. اگر بعضی اوقات امکان داره که روی به بالا مثلا سرک روی به بالا باشه اگر موتر کلان باشه خوب زیادتر فاصله بگیرین به خاطر که بعضی اوقات او پشت سر میایه و امکان داره که پوز موتر شما را و یا بانت موتر شما را زیر موتر بسازه و یک حادثه صورت میگیره. اگر موتر خرد هم باشه و در طرف بالا مثلا طرف با سربالایی مثلا حرکت میکنین و موتر قبلیتون اگر موتر گیر باشه باز هم بعضی دریورا نمیتونه موتر کنترل کم از پشت سر میره عقب میره. امکان داره که شما را با پامپرتون تصادف کنه. پس در اینجا شما باید سرعتتون در هر حالت حفظ کنه. ببخشید فاصله تان را حفظ کنید. میریم به سوال بعدی. À 100 km heure, le champ de vision est d'environ 45 degrés, réponse A. 75 degrés, réponse B. 90 degrés, réponse C. دوستا سوال قسم است که میگه در 100 کیلومتر بر ساعت سرعت داریم. همی ساحه دید ما شما به کدام انداز است؟ 45 درجه؟ 75 درجه یا 90 درجه؟ دوستایی رو باید داشته باشین هر اندازه که سرعت شما تیز شده می روید اما ساحه دید شما خردتر شده می روید. پس ساحه دید ما شما به کدام انداز است؟ به A یعنی 45 درجه می شود.
دوستایی بوده که آخر سوالات ما شما میبینیم که جواب ما درست است و خیر منتظر پیشنهاد انتقاد شما هستیم. وقت خوش.